سلام من محمد محمدی هستم و خبر پانوراما از شبکه امام حسین علیه السلام رو به سما نظرتا می رسونم شانزدهمین همین جشباره بینوم و شهاده بهار شهادت امسال با شعار امام حسین علیه السلام در قلوب ملت ها و با حضور حیعت های از چهل و چهار کشور در کربلا افتتاح شد قابل ذکر است در حاشیه این جشنواره فعالیت های گوناگونی از جمله نمایشگاه کتاب نیز برگزار خواهد شد در سال 1986 ساخت سریا که اولین مسجد در مکزیک است آغاز شد و در سال 1989 ساخت آن به اتمام رسید این مسجد در محله واقع شده که اکثر ساکنان آن از شیعیان هستند در آغاز قرن بیستم مهاجرانی از خاور میانه که شغل بیشتر آنها تجارت بود وارد شهر تورئون در شمال مکزیک شدند از آنجایی که این شهر به نقطه مهمی از پیشرفت رسیده بود گروهی از مهاجران از فلسطین، لبنان، سوریه و دیگر کشورهای خاور میانه در این منطقه ساکن شدند. در سال 1983 حدود 35 نفر از فرزندان اولی مهاجران در خانه فردی به نام حسن زین که بعداً به رهبر آنها تبدیل شد با یکدیگر ملاقات کردند. پس از آن در سال 1986 ساخت سریا که اولین مسجد واقع در مگزی بود آغاز شد و در سال 1989 ساخت آن به اتمام رسید این مسجد در محله‌ای واقع شده که اکثر ساکنان آن از شیعیان هستند در هند یک بار دیگر در پی اقدامی تب مسلمانان بنگالی این کشور از رأی دادن در حوزه رأیگیری شیوا ناگر در بنگالور به دستور مقامات مربوطه محروم شدند لازم به ذکر است مسلمانان هند سال هاست که از اقدامات تبعیض‌آمیز در این کشور نسبت به خودشان رنج میبرند. کارشناسان معتقدند این اقدامات با سر کار آمدن حکومت ملیگرای هندی بی جی پی بدتر شده است در همین راستا رزوان ارشد عضو کنگره MLA ای این کشور از آن داشت رای دهندگان مسلمان این کشور قبل از انتخابات آتی مورد آزار و اذیت‌های فراوانی قرار گرفتند منابع رسانه ای امروز دوشنبه از حمله پهبادی ترکیه به سنجار در استان نینوا خبر دادند رسانه های عراقی اعلام کردند که ارتش ترکیه با استفاده از پهباد یک خودرو را در سنجار واقع در استان نینوا هدف قرار داد قابل ذکر است در این حمله خودروهای حامل نیروهای حزب کارگر کردستان په که, که در شمال سنجار هدف قرار گرفت رسانهای عراقی به جزئیات بیشتر این حمله اشاره نکردند حملات ترکیه به شمال عراق به بهانه مبارزه با عناصر پیکه -که با وجود هشدار مکرر مقامات عراق همچنان ادامه دارد انفجار در یکی از روستاهای استان حمات سوریه به کشته شدن نه نفر و مجروح شدن دو نفر منجر شد. خبرگزاری رسمی سوریه از وقوع یک انفجار طی ظهر امروز دوشنبه 27 فوریه ناشی از مینهای به جامانده از سنی های داعش در روستای المستریه در حومه شرقی شهرستان از سلمیه واقع در استان حماس خبر دادند برخی منابع رسانه‌ای شمار قربانیان این انفجار را نه کشته و دو مجروح اعلام کردند اما برخی منابع اعلام کردند که در پی عبور خود رو از روی مینه به جامانده از سنی های روی داعش در حومه شرقی از سلمیه واقع در استان حمات یا زه شهروند سوری جان خود را از دست دادند خبرگزاری رسمی سوریه نیز شمار قربانیان این انفجار را نه شهید و دو مجروح اعلام کرد صبح امروز همچنین یک خودرو در نزدیکی مدرسه اسلامی رفیده در محله الکلاسه در شهر الحسکه منفجر شد و اطلاعات اولیه حاکی از زخمی شدن یک زن هفتاد ساله بود به دنبال راه سیستم الکترونیکی جدید توسط مقامات سعودی محافل حقوق بشری نسبت به خطرات تشدید فعالیت جاسوسی از کاربران هشدار دادند محافل حقوق بشری نسبت به خطرات استفاده از سیستم های الکترونیکی راهندازی شده توسط مقامات سعودی از جمله بی ای هشدار دادند زیرا آنها ابزارهایی برای جاسوسی از مخالفان و منتقدان در عربستان سعودی هستند به گزارش سعودی لیکس از زمان آغاز ولیعهدی محمد بن سلمان در سال 2017 اوضاع حقوق بشری در عربستان بسیار وخیم شده و سرکوبگری به طور بی سابقه ای افزایش یافته است زندان ها مملو از فعالان و منتقدان سعودی هستند که تحت شکنجه های شدید قرار گرفتند سیاست بن سلمان در جاسوسی از فعالان زمانی بیشتر فاش شد که وزیر ارتباطات عربستان سعودی ماه رمضان سال گذشته اعلام کرد که شرکت هایی که با آنها در زمینه امنیتی همکاری نمی کنند تعلیق خواهند شد این بدان معناست که مقامات امنیتی سعودی از شرکت های مخابراتی میخواهند اطلاعاتی از فعالان و کاربران را با آنها به اشتراک بگذارند یک مطالعه جدید هشدار می‌دهد که نشستن کودکان نوپا در تمام طول روز جلوی نمایشگر می‌تواند به مغز آنها آسیب جدی وارد کند. دانشمندان سنگاپوری می‌گویند که آسیب تماشای صفحه نمایش از دوران شیرخارگی تا اواخر دوران کودکی، یعنی حتی بیش از 8 سالگی، ادامه دارد. به گفته تیمی از مؤسسه بالینی سنگاپور، کودکان نوپایی که در معرض مداومه صفحه های نمایش قرار گرفته بودند مشکلاتی در هوشیاری، کنترل حرکات اختیاری و احساسات، حفظ توجه، پیروی از دستور عمل چند مرحله و ادامه یک کار دشوار داشتند این کاستی در عملکرد اجرایی با نشستن در دوره های زمانی طولانی پشت صفحه نمایش در دوران کودکی مرتبط است و تعداد امواج فرکانس پایین در مغز را افزایش می دهد. تشکر از همراهی شما با خبر پانوراما خدا نگهدار.